سلام دوستان محترم، باز هم موسا داوری هستم و بعد از وقفه چند وقت ما این بار یک کیس دیگه از مریض گرده را تقدیم شما میکنم. در هیچ البته مریض ما سنگ گرده داره و سنگ آلب همچنان داره، یار دویش بخصوص سنگ آلب نزد مریض مشکل ایجاد کرده که مجرای ادرار به اصطلاح از گرده الا مثانه بند شده و ادرار در خود گرده تجمع میکنه و این حالت ما به نام هایدرونفروزیس میگیم. وقتی که هایدرونفروزیس تشخیص میکنن، دیجا باید دکتر متوجه نگه داشتن خود وظیفه گرده باشه که اگر این دوامش زیاد شد، چند روز اگر دوام کرد سبب میشه تا با وجود که انتانات میتونه مداخله کنه در جایی که یورین یا مواد ادراری درش باقی مانده، برخلاف با علاوه از او ما میتونیم که وظیفه خود گرده را از دست بدیم و در حقیقت یک مریضی که یک سنگ عادی داره سبب میشه تا که وظیفه گرده ازی پیش از بنگ بره و در نهایت مشکل مریض زیاد شده و اگر این سنگ ها دو طرفه باشه و در زمانهای مختلف ایجاد شده سبب میشه که مریض ما گردهش از دست بده و منجر به دیالیز شود. آخر به این خاطر ما باید گرده را باز کنیم. گرده را میتونیم به شکل نفرستومی پرکوتانوس یا باز کردن از طریق جلد توسط یک نفرستومی یا کاتیتر مجرای ادرار ما رو بیرون انتقال بدیم، و یا ای که میتونیم توسط یوریتروسکوپ و استفاده از کاتیترهای داخلی باز کنیم رای گرده را به مثانه. البته در این مریض سنگی که موجود بوده، قراره که شما در این تصویر میبینین، اینجا عبارت از تصویر از کانترست بدون سی تی است، چون ما میخواییم سنگ ببینیم. در این صورت ما ضرورت نداریم به کدام کانترست و دادن کانترست، چون دادن کانترست سبب میشه تا ما نتانیم سنگ ببینیم. اینجا اگر متوجه شوین در پهلوی پیشین بر مریض یک کاتیتر دبل جی کاتیتر تطبیق شده و دبل جی کاتیتر از ارتباط میتونه مثانه مریضه که در این قسمت قرار داره با وقتی که بالا بریم از طریق خود قالب به قسمت حوصله گرده یا پلویس گرده ایجا بخش دوم ازی یا قسمت نهایت دوم ازی ایجا به حساب موقعیت قرار گرفته. البته انداختن ازی توسط یوریتروسکوپ داخل میشن در مثانه و مجرا را پیدا میکنن. کاتیتر را به واسطه یک گاید وایر بسیار کوچک تا به قسمت پلویس گرده موقوف میرسانن و در او قسمت ما وقتی که کاتیتر شکلی است که اگر گاید وایر ازش برایه یا لاینی که در داخلش هست به اصطلاح، این میتونه شکل منحنی را به خود بگیره و به اصطلاح پیک تیل کاتیتر یا دنب خوک مانند و یا دبل جی کاتیتر میگنش که ای را قرار میتن و عبارت از باز کردن مجرای ادرار است. نزد این مریض اگر شما در قسمت پایانی امی حال ببینین یک سنگ بسیار کوچک موجود است که اگر ما ای را در مقاطع دیگهش ببینیم، مثلا اگر ببینیم که شما متوجه شوین اینجا سنگ بسیار کوچک است، در حال ما از بغل سنگ عبور کردیم و کاتیتر خود داخل گرده قرار دادن. پروسیجر سخت نیست، فقط در مریضایی که اگر به حالت سپتیک باشن اجرا نمیشه و به او خاطر از پروسیجر نفرستومی پرکوتانیوس استفاده میشه و او پروسیجر هم تحت کنترل اولتراساوند میتونیم بدازیم و بسیار پروسیجری است که در وقت کم انجام میشه و سبب میشه تا مشکل مریض اعاده شود. بعدا وقتی که مشکل هایدرونفروز نزد مریض از بین رفت، ما میتونیم که برای تداوی خود سنگ به اصطلاح اقدام کنیم. تداوی سنگ میتونه که اگر لیتوتریپسی باشه، اگر سنگ در خود گرده باشه میتونیم اجرا کنیم و از طرف دیگه PNL یا پرکوتانوس از طریق نفرستومی میتونیم به اصطلاح سنگ بکشیم و در غیر از او خود وقتی در انگام کشیدن خود کاتیتر بعد از چند وقت امکان از این است تا ما این سنگ به اصطلاح آیستا آیستا نزدیک به قسمت
اوستیوم یا دهنه مثانه قرار بدیم یا دهنه قالب قرار بدیم در مثانه که میتونیم توسط یک خود اورتروسکوپ مکمل سنگ بیرون کنیم. ای بود یک کیس کوتاه در مورد استفاده از دبل جی کاتتر در مریضایی که سنگ گرده دارن. امیدوارم تا مورد توجه دکتر صاحبا، خصوصا دکتر صاحبای یورولوژی که حتما روزانه با این کار دارن و همچنان کسایی که سنگ گرده دارن، برشان مورد توجه قرار بگیرن و احتمال این تدابیر هم در نظر داشته باشن در صورت به وجود آمدن سنگ های حاد. تشکر.